سرخط مهمترین خبرها. مولوی مهدی با بزرگترین قوای نظامی آماده حمله بالای طالبان شد. پنجشیر لقمه خاردار گلوی طالبان را پاره کرد. باز هم قتل عام شدند. آمادگی ازبکستان برای تصرف بندر حیرتان و آکنیه. جنگ شدید در بغلان. 8 جنگجوی طالبان در بغلان توسط جبهه مقاومت کشته و زخمی شدند. ملا یعقوب با امیر قطر دیدار کرد. و یک دختر جوان در ولایت اروزگان خودکشی کرد. با یاد خدا به یک زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. یک دختر جوان در ولایت اروزگان خودکشی کرد. منابع محلی در ولایت اروزگان تایید میکنند که یک دختر جوان در ولسوالی دهنر رود این ولایت با خوردن زهر به زندگیش پایان داده است. یک منبع به روزنامه 8 صبح گفت که این دختر جوان که 19 سال سن داشت در منطقه دیزک ولسوالی دهنر رود خودکشی کرده است. بر اساس معلومات منبع این دختر جوان زمان زهر خورده که خانوادهش مانی بیرون شدن او از خانه و رفتن به یک عروسی شده است. منطقه دیزک در ولسوالی دهنر رود ولایت اروزگان جای است که چند روز پیش نیز یک دختر در آنجا خودکشی کرده بود. این رویداد در حال اتفاق میفتد که چند به این سو گزارش های متعدد از ولایت های مختلف کشور از خودکشی زنان به نشر میرسد. خشونت های خانوادگی، یاس و ناامیدی زنان از وضعیت اجتماعی و محدودیت های اعمال شده توسط طالبان از دلایل عمده این خودکشی ها عنوان شده است. ملا یعقوب با امیر قطر دیدار کرد. سرپرست وزارت دفاع طالبان پس از سفرش به قطر با امیر آن کشور دیدار کرده است. خبرگزاری دولتی باختر روز چهارشنبه 15 سرطان گزارش داده است که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و آیت همراهش با تیم بن عبدالثانی امیر قطر در دوحه پایتخت آن کشور دیدار کرده است. جزئیات بیشتر در مورد هدف این دیدار چیزی گفتن نشده است. گفتنی است که ملا یعقوب روز گذشته به قطر رفته بود. هشت جنگجوی طالبان در بغلان توسط جبهه مقاومت کشته و زخمی شدند. منابع محلی از ولایت بغلان به روزنامه 8 صبح میگویند که جبهه مقاومت 4 جنگجوی طالبان را در ولسوالی خوست ولایت بغلان کشته و 4 تن دیگرشان را زخمی کرده است. بر اساس معلومات منابع، نیروهای جبهه مقاومت در پل پشه‌ای سایه چرخ فلک ولسوالی خوست ولایت بغلان در یک کمین 4 جنگجوی طالبان را کشتند و 4 تن دیگرشان را زخمی کردند. منابع می افزایند که تمام تجهیزات این طالبان نیز به دست نیروهای جبهه مقاومت افتاده و با خود برده است. هنوز گروه طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. بغلان یکی از ولایت‌هایی است که نیروهای جبهه مقاومت در بخش‌های از آن فعال است و هرگاهی به طالبان تلفات وارد می‌کنند. پنجشیر لقمه خاردار گلوی طالبان را پاره کرد. 4 جنگجوی طالب در پنجشیر توسط جبهه مقاومت کشته شدند. منابع محلی در پنجشیر از حمله نیروهای این جبهه بالای یک پاسگاه طالبان در این ولایت خبر می دهند. با گفته منابع این حمله سه شنبه شب 14 سرطان در نزدیکی دره آرزوی ولسوالی شتال انجام شده است. منابع می افزایند در پی این حمله که بر یک پاسگاه تازه تحصیل شده طالبان صورت گرفته 4 تن از جنگجویان طالبان کشته و متبقیانان از منطقه فرار کردند. طالبان تا اکنون در مورد این ادعا چیز نگفتند. گفتنی است که این حمله پس از چند روز توقف درگیری ها میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در پنجشیر صورت گرفته است.
مولوی مهدی با بزرگترین قوای نظامی آماده حمله بالای طالبان شد. گزارش از خبرگزاری اشت صبح، مولوی مهدی در حال انسجام نیروهای تحت فرمانش در بلخاب است. منابع محلی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل می گویند که مولوی مهدی در این ولسوالی حضور دارد و در صدد انسجام نیروهای زیر امر خود برای ادامه دبر با طالبان است. یک منبع معتبر محلی از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به روزنامه هشت صبح می گوید که وضعیت در بلخاب از آنچه که تا هنوز گفته شده بدتر و وخیمتر است. به گفته این منبع، طالبان 8000 نیرو را در 3 دره ولسوالی بلخاب جابجا کردند و از هیچ ظلمی بر مردم دریغ نمی کنند. منبع می گوید که رفع و آمد در روستاهای بلخاب ممنوع است و طالبان به کسان اجازه بیرون شدن از این ولسوالی را نمی دهند. منبع می افزاید که اینترنت و خدمات مخابراتی در بلخاب قطع است و طالبان در روستای وشد خانه یک تن از متنفذین محلی به نام حاجی قاسم را به پایگاه نظامی خود مبدل کرده و با گروگانگیری حاجی قاسم مصارف روزانشان را بر او تحمیل کرده اند. آمادگی ازبکستان برای تصرف بندر حیرتان و آقنیه. مختار وفایی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: هلیکوپترهای ارتش ازبکستان بر فراز حیرتان به پرواز درآمدند. طالب قابل اصلاح نیست. حبیب حمیدزاده، تحلیل از خبرگزاری اشت صبح. لابیگران خارجی و داخلی طالبان این گروه افراطی و تندرو را تغییر یافته تبلیغ کردند و از همین طریق فرصت مذاکره با ایالات متحده آمریکا برای آنها فراهم آوردند که نتیجه مذاکره این گروه با ایالات متحده آمریکا فروپاشی نظام جمهوری، آوارگی صدها هزار متخصص و کادر و فقر در افغانستان شده است. تبلیغات گسترده برای این گروه و ابتدا همدلی‌ها و همدردی‌های داخلی و خارجی، یعنی پنهان و آشکار، با این گروه باعث آن شد که طالبان بار دیگر بر کرسی قدرت افغانستان تکیه کنند. این که برگشت آنان و مدیریت و سیاست ورزی هر روزه آنان فاجعه و جنایت است، کارنامه خونین دمایی این گروه نشان می‌دهد که آنها عقب‌گراتر و تندروتر شدند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.